سلام به همه مردمان یوتیوب، امیدوارم خوب و خوشحال باشید. خوش اومدید به یه پک اوپنینگ تابستونی دیگه. امروز 13 تا پک جمع کردیم از ابجکتیوا و اسپیسی هایی که دادن. متاسفانه لیگ اسپیسی ها رو نمیدونم چرا هنوز ندادن. به هر حال ما جمع کردیم. باز هم بریم اول یه پلیر پیک 84 به بالایی که از توی لیگ بوندسلیگا کاپ به دست آوردیم بازش کنیم، بعد بریم سراغ پکامون. و چون که پکامون اونقدر خفن نیستن، پکای خوب داریم ها، ولی امروز میخوایم در مورد خبرهای جدید و شایعاتی هم که در مورد فیفا 23 شنیدیم با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم چی قراره بیاد توی آینده. حالا هم بزن بریم اینو باز کنیم، به همون فادر خوب بده. بریم 85 به بالا 10 تا بازیکنو بزنیم، ببینیم از اون این دفعه شانسمون چجوریه. اه کرونا 94 خوبه، این خیلی خوبه برای همون تکمیل اسپیسی. چقدر خوب بود، ولی فکر کنم اینا همین 20K اینا هستن، زیاد قیمتی ندارن. آره طرف 20K 19K فکر کنم باشه. بازیکن به این خوبی رو نگاه کنید، 5 استار 5 استار، باور نکردنیه که اینقدر ارزون شدن همه. خوش اومدی، بریم حالا شروع کنیم پکامون رو باز کردن. اما جوری که میدونید بچه ها، خبرش رو احتمالا شنیدید، فیفا 23 کراس پلی خواهد بود، ولی اینجور نیست که PS4 با PS5 بتونه بازی کنه. PS4 با Xbox One میتونه بازی کنه و PS5 با Xbox Series S و همین جوری. به نظرم میتونستن که کنسول های قدیمی و جدیدم با هم یکی کنن، ولی به هر حال قدمیه در راستای بهتر شدن در آینده. در مورد سیستم کمیستری هم توی ویدیو قبلی صحبت کردیم دیگه، اینجوریه که هر بازیکن با ملیت و هر لیگی با بازیکن های دیگه لینک میده. مثلا کانته با تارمی لینک میده و اینجوری خیلی آسونتره که هر تیمی بخوایم ببندیم و بالاخره آلتیمت تیم یا تیم منتخب بالاخره معنای خودشو داره پیدا میکنه بعد از این همه سال که نمیتونستی هر بازی کنی و که بخوای با یه بازی کنه دیگه لینک کنی. خلاصه یه چیز دیگه هم که اضافه شده، هیروهای جدیدن. یا توره اضافه شده، پارک چی سونگ و ریکاردو کارواریو، که باز حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه کمیستری کلا سیستمش عوض شده چقدر میتونن این بازیکن‌ها رو خوب استد بهشون بدن که پلیرها بیان هنوز ازشون استفاده کنن. دو تا آیکان جدیدم شایعه شده، هنوز قطعی نیست، یکی جرد مولر و جرزینهو که آلمانی و برزیلی هستن. جرزینهو سال 1970 با تیم ملی برزیل قهرمان جام جهانی شد، که به نظر میاد از اون آیکونایی باشه که خیلی استاتای سوپری بهش بدن و گرون هم خواهد بود احتمال زیاد. مثل همیشه دو تا نسخه داریم فیفا 23، یکی نسخه استاندارده که برای اولد جن 70 دلاره و برای نکست جن یعنی PS5 و Xbox Series 80، و نسخه آلتیمت ادیشن هم که 3 روز زودتر بازی میکنید و 4600 فیفا پوینت هم بهتون میده 100 دلاره. با EA پلی هم اگر ماهانه شو بگیرید میتونید 10 ساعت قبل از اینکه بازی منتشر بشه بازی کنید و کلان تو اون 10 ساعته خیلی کارا میتونید بکنید و خیلی سریع میتونید پیشرفت کنید نسبت به اونایی که اون 10 ساعت رو ندارن. اگه نمیخواید مثلا 3 روز قبل آلتیمت ادیشن بخرید، میتونید از همین این استفاده کنید از EA پلی. این کیه؟ نمیشناسی؟ آه 88 خوبه، بد نیه، کاش 90 میدادد دقیقا. این هم از این بازیکنامون همه آن تریدبل هن. این 88 هم که بهمون داد انداختیم بره، ایشالله یه چیز خوبی بهمون بده. یه دونه دیناتاله وای خیلی خوب میشه اگه بده این آخر بازی. 10 تا بالای 85 بزن بریم. قبل از اینکه بازش کنیم بچه ها، یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید، خیلی بهمون کمک میکنه، دمتون گرم. بزن بریم. 3 2 1 ای یه دون دیناتاله یا ریبری بهم بده.
توت نشونه خوبی نیست. کیه؟ گیل 95 حداقل میشه بندازیش توی اسپیسی دیگه. 95 گیل پشتش کی میتونه باشه؟ چیز خوبی هست پشتش؟ یا خدا چقدر بازی کن تارمی هم هست توش. لاکازت، روسلیون، ریورنته، کاماوینگا، بازیکن خوب داریم ها. خیلی هم های ریتد داد برای اسپیسی ها، عالیه. به نظرم ارزشش رو داشت بریم. بذار ببینیم گرونترین بازیکنمون الان کیه. کاماوینگا یعنی نه 20 کیه. یورنته چقدر گرون بود یه زمانی، 700 کی، الان شده 15 کی. دیگه کسی که ازش استفاده کنیم گمون هم نیست. همش فادر داد بهمون. Not bad. میتونیم بریم یه دونه اسپیسی دیگه هم تکمیل کنیم. بچه ها داشتم فکر میکردم برم اون 10 تا بازیکن از فوتیز بچه 3 رو برم. بعد دیدم بازیکن داغون خیلی توشه. خیلی وقت هم آیکان مومنتس نزدیم. بریم یه پلیر پیک بسازیم. شانسمون رو با مومنتا امتحان کنیم. یهو دیدی یه چیز خوب بهمون داد. یه ذره هم اگه اشتباه نکنم ارزونش کردن، میتونیم تکمیلش کنیم سری. کلی هم بازیکن های ریتد بهمون داد دمش گرم. تکاشو بزنیم. یهو دیدی یه فادر داد، ازش استفاده کردیم تو خودش. که نمیده. تک دوم. ای بل. کیه؟ دوباره نه، فکر کردم اسکاره دوباره. ولی 92 خوبه رومارینیو. یه زمانی 300-400 کی بود ولی الان فکر کنم 10 کیه. خوب پکی بود. دمت گرم یه. بچه این هم از اسکواد آخر. استرس دارم. بریم به امید پله، رونالدینیو، گولیت، R9. بعد مدت ها دارم میزنم و همه هم میدونن که شانس من توی این آیکون مومنت این فیفا اصلا زیاد خوب نبوده. بهترین بازیکنمون فکر کنم کافو بود که گرفتیم از داخلشون. بریم حالا. خیلی خسیسن، هنوز 93 به بالا گذاشتن، نکردنش 94 حداقل. بریم بازش کنیم همینجوری یه هویی هم بزنیم بازش کنیم. نظرتون چه؟ استرس بیش از حد به اون وارد نشه خدایا. 3-2-1 کامان. مالدینی دبلیو بابا. دوتا سی بی استی سانچز که هیچی. مالدینی حداقل عالیه، حداقل بد نبود. ولی کلی سی بی خوب هم داریم ما، کلی سی بی خوب داریم. 1200 آه ارزشش رو داشت، واقعا ارزشش رو داشت. دیگه فکر کنم بهترین سی بی بازی هم هست یا یکی از بهترین ناشه. همینجوری قیمتش هم حفظ کرده. دمش گرم خدایی، دمش گرم. خوش اومدی به کلاب، کاپیتان جدیدمون. ولی کاش یه بازیکن هافبک میداد که کمستری پرابلم نداشتیم انقدر. ولی مالدینی هم راضی هستم خدایی. حالا چی بندازیم روش؟ شادو که همه دفنسیواش 99ه. بکنم کتلیست بندازیم بهتر باشه براش. خوش اومدی به کلاب. آره بریم واردش کنیم به تیم. تیمو نشونتون بدم. یه طرف تیممون اصلا شد ایتالیایی. نمیشه ناراضی باشی. بذار واردش کنیم به تیم. عشان یه طرف تیممون ایتالیایی میشه. خوشگلم میشه. خوش اومدی آقای مالدینی. میبینید خیلی خوشگل میشه. حالا فقط با پولی که داریم میخوام یه دونه رایت وینگی بخرم. رایت وینگ بچه از سری آ به معرفی کنید که وارد تیم کنیم. احتمالاً ویرا هم نیمکت نشین کنم. سینت مکس هم خیلی باش بازی کردیم. سینت مکس رو بفروشیم به جاش دیناتاله 98 خودمون بخریم، 97 خودمون بخریم. خدای مارکینیوش رو داشتیم دیگه. مارکینیوش بهتره یا مالدینی؟ دفنسیو مالدینی و شوتینگش بهتره، ولی شاید تو بازی مالدینی خیلی بهتر از مارکینیوش باشه. حالا باید ببینیم. به نظر تو ارزشش رو داشت بریم این 93 به بالا آیکون مومنتو بزنیم؟ با توجه به اینکه خیلی سی بی آی خوب داشتم، دنبال یه هافبک یا مهاجم خوب بودم
ولی بازم میتونست خیلی بدتر از اینا باشه. ایه یا که دیدید چجوریه. فعلا باش اوکی هستیم. مالدینی خوش اومدی، ازت تست میگیریم، ایشالله که خیلی خوب باشی، همون جوری که همه میگن خوب هستی. فعلا هم کانتونا رو بذاریم اینجا که تیممون خالی نباشه. بعدش با توجه به اینکه تو کامنت ها چی برام مینویسید، یه بازیکن میخرم. 200K داریم، 100K هم دیناتالس، 250K هم سینت مکس. اینا رو بفروشیم یه حرکت جدید میزنیم با تیمی آخرای فیفا. اگر کافو هم بیاریم به جای کوردوبا، همه دیگه میشن روی 10. خیلی خوشگل میشه تیم. مثل همیشه هم بچه ها دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید، ممنونم ازتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. همونجور که گفتم فیفا 23 که اومد، روز اولش میخوایم استریم 24 ساعته بذاریم، پس یادتون نره، مواظبت کنید از خودتون. من توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بای.